دوباره خوش آمدین ادامه برنامه صبح زندگی. باز هم با شما هستیم. مهمان خیلی گرامی ما جناب دکتر قیس نیکزاد، متخصص داخل عمومی با ما هستند. در رابطه با موضوع خیلی حساس میخوایم صحبت بکنیم، غده تایراید، که واقعا شاید خطرناک باشه، شاید مشکل ساز باشه و شاید هم خطرات زیاد داشته باشه. جناب دکتر با ما هستند در برنامه صبح زندگی. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. خیلی ممنون دوست عزیز، عرض ادب احترام دارم خدمت خودت و خدمت تمام وطنداران عزیزی که بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون زیبای آرانا هستند. امیدوارستم صبح همه مثل جمشید جان با نشاط آغاز شده باشه. شما زنده باشین، شما را دیدیم با نشاط. سلامت. سلامت باشین دکتر صاحب. موضوعی که انتخاب کردیم، میخواییم در رابطه به کمکاری غده تایراید یک مقدمه داشته باشیم که خیلی شاید بدانن و خیلی هم شاید ندانن که غده تایراید چی است. تمام فعالیت ها در بدن ما توسط هماهنگی دو سیستم کنترل میشه و این سیستم را به نام سیستم نیورو اندوکراین میگن، یعنی سیستم عصبی هورمونی. هورمون از غدوات مشخص آزاد میشه. یکی از جمله غدوات خیلی مهم اساسی که هورمونای از این غده و موادای که از این غده آزاد میشه بر رشد بدن، تکامل بدن، در پلیازو فعالیت های نرمال تمام بدن نیاز است، او غده تایراید است. در قسمت گردن پایان تر از سه بعدمز همین برجسته یکی که است، بله. پایین تر از یک غدگک ما شما داریم که در حالت نرمال ما ای را جسم نمیتونیم و احساس هم نمیتونیم. بله. ای باید نرمال کار بکنه. هورمون هایی را که به نام T3 و T4 میگن یا T3 و T4 ای را آزاد بکنه تا که ما رشد صحیح داشته باشیم، تکامل درست داشته باشیم و در پهلوی از او فعالیت های بدن ما به نحو درستش اجرا شود. بعض اوقات اینمی غده که دو بال داره مثل یک شاپرک واره و یک بالش یک طرف افتاده، یک بال دیگه طرف افتاده، در وسط یک ساقگه که داره که دو بال را که تک دیگه وصل میکنه و دو بخش را که دیگه وصل میکنه، بعض اوقات فعالیت اینمی غده به چالش مواجه میشه. یعنی در سیر ازی امکان داره یک فرد یا کمکاری غده تایراید پیدا کنه یا پرکاری غده تایراید پیدا کنه. پیشتر من براتون عرض کردم که هورمون های ای غده بالای فعالیت های تمام بدن اثر داره. پس وقتی که یک نفر کمکاری غده تایراید پیدا کرد، در حقیقت از مو تا شست پای امکان دارد تشوش ها و چالش ها پیشش ایجاد شد. خب در بابت از اینکه چقدر عام هست، این مرض یک مرض معمول هست. 1% نفوس جهان از این مرض رنج میبره. 85% واقعات از این در طبقه اوناس هست. در هر سن سال امکان داره که ایجاد شوه، امکان داره پیش یک فرد مادرزاتی باشه، امکان داره که کسب شوه. درست؟ امکان داره که تداوی طولانی مدت ضرورت داشته باشه و امکان داره که در بعض واقعات بعد از سپری شدن مدت به شکل سر به خود و خود به خود اتومات جور بکنه خودا. پس هرگاهی که ما نشانه های از این می داشته باشیم باید به دکتر صایبا مراجعه بکنیم که آیا امی چالش ها در سیر کمکاری غده تیروئید جاغور پیش ما ایجاد شده نشده. اگر شده بود یک راه حل، که نشده بود امراض دیگه باید پالیده شود. شکایت های مریض ها چگونه هست از خود تایروید؟ شکایت های مریض ها نظر به شدت کمکاری فرق داره جمشید عزیز. در مراحل ابتدایی امکان داره که مریض کدام شکایت نداشته باشه و بعض اوقات اینمی افهام و تفهیم ما را که مریضا مشکل میسازه. ما یک چیز میگیم، مریض از او چیز دیگه برداشت میکنه. مثلا یک فرد از در گلونش هیچ برجستگی نیست، پیش برآمدگی در گلو پیدا نکردن. وقت بر از این میگیم سابق مشکل غده تایراید جاغور داشتی؟ میگه نه نداشتم. خب معاینات کرده بودی؟ میگه نه، نه خب اینجا چیز نیست. در حالی که بعض اوقات امکان داره سایز غده کاملا نرمال باشه ولی فرد غده تایرایدش پرکار یا کمکار باشه. این برجستگی که در گلو ایجاد میشه ای را از لحاظ طبابت به نام گایتر میگن. گایتر یا جاغور که مردم میگن. بله مردم. این ضرور نیست که هر کمکاری جاغور داشته باشه یا هر پرکاری جاغور داشته باشه. ما امکان داره غده تایراید کمکار داشته باشه ولی در گلون ما چیز برجسته احساس نشه. بنابراین در مراحل خفیف امکان داره مریضا اصلا کدام شکایت نداشته باشن و این موضوعات در سیر معاینات معلوم شوه. معاینه که بر مریض میتی، میبینی که غده تایرایدش کمکاری داره. بعدا امکان داره مریضا در صورت که شدت مرض اندکی بیشتر باشه
تظاهرات کلینیکی غیر وصفی داشته باشه. غیر وصفی چه مانا؟ مریض خسته می باشه، کسل می باشه، بیال می باشه، بشیمه می باشه، درد در عضلات می داشته باشه، درد در مفاصل می داشته باشه، اشتهایش امکان داره که کم باشد، چاق شده برای روز بروز یا برعکس وزن ببازد. در پلیازو مریضا با رفتن در راه امکان داره کوتاهی نفس را تجربه کنند، روی مریض زرد میزنه، خاصف رنگ پریده، صبح از خواب که میخیزد چشما و پلکا میپوندیده باشه، مویا نازک خود میکنه، ناخون خود نازک میکنه، موی میریزه، در پلیازو ناخونا شکنن میشه. جلد مریض خشک میباشه، امکان داره پوست خود کف کف بسازه، خپی صدا و آواز مردگونه در صورت که زن باشه پیدا میکنه، یعنی آوازش غور میشه، زبان خود از زخیم میسازه. و در پلی از او مریضا را کمی رویش ببینی، میبینی خسته و کسل و مثلا اتوبیس ها نارام به نظر میرسه. در پلی از او در مراحل پیشرفته امکان داره که سایز قلب خود بزرگ بسازه، در مفاصل آب جمع شود، در چاردوبر شش چاردوبر قلب آب جمع شود، تغییرات در روان مریض بیاید، مریض همش برمیگرده به این غده تایراید، کم کاری غده تایراید، خدای تایراید خود اوتوما ما هم یال دارم خود تام داری و باید منظم کار کنه، کم کاری خدای تایراید، مریض امکان داره افسرده باشن، اختلال مزاج پیدا کنه و حتی بعض اوقات جنون کم کاری را پیدا میکنن، امکان داره مثلا برسامات پیدا کنن، هذیانات بگوین و در مراحل خیلی شدید امکان داره مریض به طرف کما بره. خیلی خطرناک بوده دکتر، 100% مرگ و میر داره اگر مریض به کمای کم کاری خدای تایراید صوب است. از این بحث ما انرژی منفی به کس داده نشه، خدای نخواسته کس ناراحت نشه، کس به گفته شما استرس و استراب پیدا نکنه. ما همه نقطه را به این شکل با یک اگر آغاز کردیم، هر جمله را نه، اگر تداوی نشه، اگر ناشناخته شده باقی بانه و اگر مریض دوای خود منظم نگیره، اگر مریض دوا را قطع کنه، اگر مریض دوا را به شکلی که برش داده میشه نگیره و در پلیازو در تداوی از بیتنا مانه. اگر اینی موضوعات کلش به طرف برعکس رفت، یعنی مریض به دکتر صاحبا مراجعه کرد، دوا را به شکل منظم گرفت، در پلیازو تمام نقاط مراعات شد، دنیا دیگه گل گلزار است و مریضم صحتمند میباشه. جناب دکتر صاحب برگردیم به تشخیصش، خیلی ها شاید در تشخیص عاجز بمانن، نفهمن که این غده تایراید است. خب تشخیص چگونه باید شد؟ دوست گران، هر دو نقطه را ما باید بر شما اشاره بکنیم. یکی که چرا غده تایراید ما کم کار میشه؟ یک. دوم، اگر کم کار است چگونه تثبیت بکنیم؟ این دو جز هر دویش باید بهش پاسخ راشا. یک مریض میاد در ماینه خانم راجع میکنه، میگه چرا غده تایراید ما کم کار شده؟ یک سوال چرایی که او طرفش یک تونه از معلومات نیاز داره. صحیح؟ خب چرا غده تایراید کم کار میشه؟ غده تایراید کمکاریش در سیر عوامل مختلف ایجاد میشه، امکان داره که به شکل ابتدایی باشه، یعنی خود غده یا فعالیتش خراب میشه یا برداشته شده، یا یک مشکل در هورمون هایی است که از مغز آزاد میشه، غده نخامیه اگر نامش شده باشه. بله. خب به اساس هر علتی که باشه، هرگاهی که غده تایراید ما التهابی شود، خدا کنه این التهابش از باعث امراض اتو ایمیون یا سیستم دفاعی ما بلای جان ما فعالیت را که آغاز میکنه، از او خاطر باشه، از خاطر ویروس باشه، از خاطر باکتریا باشه، از خاطر ضربه باشه، از خاطر شعاع باشه، از خاطر موادی که به تداوی سرطان ها استفاده میشه باشه، از خاطر بعضی دوای قلبی را که به نام امیودارون میگه باشه، همه از اینا بالای فعالیت از غده اثرات منفی داره. یه که امکان داره به طور مثال مادر ما کمکاری غده تایراید داشته، در جریان حمل تثبیت نشده، ما هم به شکل ولادی کمکاری غده تایراید پیدا کردیم. یعنی عوامل مختلف امکان داره به شکل کسبی یا ذاتی این تشوش رو پیش ما ایجاد کنه. خب وقتی که تشوش ایجاد شد باید تثبیت شود، به گفته شما باید تثبیت شود. این مریضا باید سریعا به دکتر صاحب مراجعه بکنن. وقتی به دکتر مراجعه کرد شکایاتش پرسیده میشه، یعنی هر کسی که بی‌نظمی مریضی ماوار پیدا میکنه، هر کسی که مشکلات بی اولادی را ازش رنج میبره، خستگی و کسالت میداشته باشه، بیشمگی میداشته باشه، افسرده میباشه، درد در مفاصل میداشته باشه، خشکی پوست میداشته باشه، بدون کدام علت مویایش میره، مژایش مثلا میتکه، ابروها میتکه، در پلی ازو زرد میزنه، صبح چشمش میپنده، پایه و دستش میپنده، آوازش غور میشه، یخی را تحمل کردن نمیتونه. در این حالت اینا باید به دکتر مراجعه کنن. در پاری دعا مرضی که چالش ها ایجاد میکنن، یک علتش امکان داره کمکاری غده تایراید باشه. خب در صورتی که مراجعه کرد، بعد از تاریخچه بر مریض ماینه داده میشه، ماینه خون داده میشه، TFT ای را میگن، تایراید فانکشن تست، که معمولا به خاطر تشخیص هم یک جزش که TSH و FT4 است، اینی لازم است، این ماینه است که در خون بر مریض داده میشه. بعد از او اینمی تاریخچه، ماینه فیزیکی، شکایاتی که مریض میگه، کتی لابراتوار سر میخوره. اگر کتیگی دیگه همش مچ کرد، در این صورت بر مریض دوا توصیه میشه. یک نقطه. ولی تست غده تایراید وقتی که میشه، مریض باید بی خواب نباشه،
روانش نارام نباشه، در پلی از او فعالیت فیزیکی طاقت فرسا را پیش از ماینه اجرا نکرده باشه، زیر بعض دوایی که تست غده تایراید را تغییر میتن نباشه، تا اینکه تست حساسیت خوب داشته باشه. بعد از اینکه موضوعات قطعی شد، بر مریضا اهتمامات غیر دوایی و دوایی توصیه میشه. بسیار خوب. خب سر چگونگی تداویش هم بریم، چگونه باید تداویش و در افغانستان آیا تداوی لازم هست، تداوی امکاناتش هست یا خیر؟ درست. دوست گران ارجم، کمکاری غده تایراید قبل از برنامه شما در اگرسانه بحث کردم، میگه چرا اهتمامات خانگی را بر مریضا نگفتی، دوا پیشنهاد تنها کردی. بعض امراض هست که فقط تداوی دوایی داره، بعض امراض هست که در پلوی تداوی دوایی لایف استایل مودیفیکیشن نیاز داره، یعنی مریض در پلوی دوا بعض تغییرات در شکل زندگی خود باید ایجاد بکنه. برای این مریضا توضیح داده میشه که برادر بزرگوار، این مرض شاید 3 ماه، شاید 6 ماه، شاید بعض اوقات عمرن دوام بکنه. تداوی از این مرض اگه پیش ما بیای یا به طور مثال در واشنگتن بری، فقط یک دوایی به نام لیوتایروکسین، هورمون اینجا تولید نمیتونه، ناچار هستی که از بیرون بگیری. برای مریض توضیح داده میشه که این دوایی که داده میشه هر شب در زمان فکس استفاده کن، مثلا نونو بجه شب هر شبی را بخور، یا اینکه اگه شب نمیتونی صبح دشکم گوش نباید بگیری. بله. برای مریض گفته میشه که برادر بزرگوار، همشیره محترم، گرفتن قهوه، گرفتن چای، گرفتن به طور مثال شربت های انتی اسید، گرفتن دواهای معده، گرفتن تابلت های کلسیم، گرفتن تابلت های ملتی ویتامین، جذب از این دوا را به چالش مواجه می‌سازه. باید این را متوجه باشی و در پهلوی از او برش گفته میشه که دوا باید منظم داده شود. بعد از او مریض یک ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد، نظر به فالو اپی که بر مریض توصیه میشه یا تعقیبی که توصیه میشه، سوی تی اس اچ تنها معاینه میشه و بر رویت از او تصمیم گرفته میشه که آیا دوا دوزش بلند بره، به موقع باقی بانه، کم شوه، یا اینکه قطع شوه. دوام تداوی معلوم نیست، شاید بعض افراد یک ماه، شاید 6 ماه، شاید یک سال، شاید عمرن. یعنی معاینات در جریان هر چند ماه باید، نظر به وضعیت فرق داره عزیز دلم. مثلا یک زن حامله اگه کمکاری غده تایراید داره، دو ماه بعد یک ماه بعد تست سوی تی سی اچ میشه. اگر یک فرد که انسال میباشه فرق داره. اگر مترافق با غده تایراید امراض دیگه، مثلا امراض قلبی داره، ضربان قلبی یا بی‌نظم است، این احتمال یعنی در دوران برداری هم میتونه ادویه استفاده کنه. دوست عزیز من، چقدر نقطه خوب را اشاره کردی، قربان آدم نقطه فهم هستی جمشید عزیز، و این قابل تحسین است. کسایی که کمکاری غده تایراید داره و حمل میگیرن، این نقطه را باید بدانن که نیاز در جریان حمل به این دوا 1.5 تا 2 برابر نرمال است. یعنی مادرایی که کمکاری غده تایراید داره و اگه اینا دوای خود در جریان حمل نگیره، درجه ذکاوت اشتکای که از اینا به بار می 7 سکور کمتر است نسبت به اطفال دیگه، و حتی بعض اوقات امکان داره قدرت یادگیری، ذکاوت، تکلم که مثلا یک طفل باید داشته باشه، اطفال از اینا نباشه. بنابراین بر مادر توصیه میشه که همشیره محترم، یادت باشه که در جریان عملی را قطع نکنی، و زیر نظر دکتر اینا به طور مثال در دوزاج دوایشان تغییر می آید و دوای تایروکسین در جریان حمل مسئول است، سیو است و باید ادامه داده شود. ولی کسایی که پرکاری غده تایراید داره، باز یک مقدار باریکی ها در تداوی از اونها در جریان حمل وجود داره که دوایشان در 3 ماه اول حاملگی تغییر میکنه. ولی کمکاری غده تایراید، دوایشون هم تایروکسین است. مشوره دکتر نسایی، جمع مشوره دکتر داخله، به خاطر مدیریت درست ضرورت است، تا اینکه طفلکی که به دنیا می آید با تاخر عقلی به دنیا نیاید، سقط نشه، در پهلوی از او ولادت سالم را این خانم تجربه کنه و ذکاوت طفلی که به دنیا می آید به اندازه کافی باشه. و یادم کسایی که مثلا زن هستن، من پیشتر در برنامه اشاره کردم که 85% کسایی که کمکاری غده تایراید داره خانم هاست، اینا وقتی که حامله میشه باید در مشوره دکتر نسایی و داخله به تداوی خود ادامه بده، تا اینکه ولادت های سالم با ثمره سالم را تجربه بکنن. بله، خیلی نکات خوب را اشاره کردین در رابطه با غده تایراید، خیلی ها شاید ندانن. بیشتر شما اشاره کردین که مثل پروانه یا یک شاپرک اینجا بال داره. بله بله. و نزد کدام اشخاص زیادتر بروز میکنه که چیگونه باید وقایه بکنه یا پیشگیری امکانش هست؟ کمکاری غده تایراید گپ تاله و بخت است دوست. بعض اوقات امکان داره یک فرد جور تیار باش، سیستم دفاعیش به علیهش فعالیت را شروع میکنه، اینجا را تخریب میکنه، یا یک ویروسی را مصاب میکنه، ویروس مثلا، یا یکی یک باکتریایی را التهابی میکنه، یا یکی به شکل مثلا فامیلی امکان داره که پیش شما موجود باشه، یا یکی بعض سرطان ها سبب ازی شوه، یا یکی مثلا یک نفر سرطان سینه داره، شوها وقتی که میگیره اینجا تخریب میشه، ضربه میخوره گردنش مثلا غدد تخریب میشه. بنابراین عوامل مختلف داره
و در هر سن و سال در هر رده سن ایجاد میشه، ولی اکثر واقعاتش در سن بالاتر از مثلا 50 سال هست. بنابراین عمو شکایت های غیر وصفی که گفتم اگر پیش ما ایجاد میشه، مثلا خستگی شد، کسالت شد، درد مفاصل شد، بی‌اشتیایی شد، روز برس چاق شدن شد یا برعکس لاغر شدن شد، مزاج گرفته و افسرده شد، خلق تنگی شد، در ضمن از مثلا روی زرد کاسف میزد و این مریض ها رو که از این چهرهش ببینیم میفهمیم که مریض است. خوب نیست. مثلا مریض کم خون و خاشف به نظر رسید، کسایی که علائم باز نداشته باشه، اما خودی تایراید داشته باشه، به دکتر مراجعه بکنن تا اینکه آیا همچنین چیزهای در سر کمکاری خودی تایراید واقعا پیشان ایجاد شده. اگر شده بود تداوی میشه، که نشده بود امراض دیگه ردیابی میشه. سپاس از اینکه اومدین، دعوت ما رو پذیرفتین، موضوع خیلی خوب را اشاره کردید. پیامتون برای خانواده‌ای که نمیدونن که همچون مشکل مواجه شدن باید چی راهکار را پیش بگیرن و زودتر به دکتر معالج خود برسن؟ یکی از موضوعاتی که امکان داره این موضوع را اختلاطی بسازه، عدم تعقیب درست دواست. گرفتن دوا به دوزاج غیر نرمال هست و در باری از گرفتن دوایی است که کیفیت درست نداره. صحیح؟ در صورتی که این نقاط مریض مراعات نکنه، اینمی موضوعات را گفتم روز به روز پیش میره و این اختلاطی میشه. رودا خود مثلا کلان میسازه، میگه کلونی را میگن. در پلی از امکان داره که مریض حتی به طرف کومای کمکاری خود تایراید بره. یک دفعه فشار سقوط میکنه، قند سقوط میکنه، اکسیژن سقوط میکنه، میزان کاربون دای اکساید زیاد میشه، قلب مثلا تکان زیاد میشه و در پلی از مریض میره به طرف میگزدیم کوما، یعنی کومای کمکاری خود تایراید. و اگر مریض در کوما رفت، میزان مرگ و میرش به دوا 100% و اگر تداوی هم شود در شفاخانه 50% میزان مرگ و میرش است. فز این خاطر به خاطر که نه گپا حل شود، بوتلک دوای ازیر 200 افغانی متر در هر جای قابل دسترسی است. آیا ادویه باز کیفیت داره بیشتر از بیکیفیت؟ بله. این دوایی که مثلا ما ممنون ازم که میام پمپنی پاکستانی و هندی میایه، کیفیت خوب است و مریض ها که ازم قناعت شون حاصل میشه. و تداوی ازی در کل روی زمین اونم یک دواست. بعض مریض ها مثلا به خاطر از این موضوع یک مقدار پول کافی که دارن میره تا هند و پاکستان و چین و بنگلادش و جای دیگه، باز پس که تم یک تبلت رخصتش میکنه. بنابراین فقط دوا درست استفاده شوه، احتیاطا با مریض توصیه شوه و زیر نظر دکتر متخصص که دی بخش میفهمه، اینا به تداوی خود ادامه بده. ضروری نیست که حتما دکتر قیس باشه، هر کسی که مثلا دکتر صاحب متخصصین داخله، ما بیش از حد افغانستان داریم، به اونم مراجعه بکنن تا اینکه احتمالات درست برشون باشه. یگانه راست مردم که بیرون از افغانستان میرن از تشخیص است که شاید تشخیص او که تشخیص از یه امر بسیار کار آسان است. بله بسیار زیاد تشکر، سلامت بخیر شما، بخیر باشید. سپاس از جناب دکتر صاحب قیس نکزاد متخصص داخله. امید در رابطه با موضوعی که اشاره شد، خود تایراید واقعا خطرناک بود، من هم یکمک حراس پیدا کردم. با امید صحت سلامتی هم هموطنان عزیز خود هستیم. میریم به طرف همکار خوب ما حفیظ امیری، هم گزارش سطح شهر کابل و ادامه برنامه صبح زندگی را با ما همراه باشید.